اواخر هفته گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت هزینه ماهیانه زندگی خانوارهای کارگری را 3,759,200 تومان اعلام کردند. این رقم برای معیشت یک خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در نظر گرفته شده است. سال گذشته هزینه ماهیانه زندگی خانوارهای کارگری 2,480,000 تومان برآورد شده بود. طبق برآوردها، عقب افتادگی دستمزد کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به 1,500,000 تومان رسیده است. رقم هزینه معیشت کارگران بر اساس گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیته های مزد و همچنین محاسبه ی تورم کالاهای اساسی به دست آمده و با شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار مبنای ورود به مذاکرات مزد در سال 98 قرار خواهد گرفت. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در انتهای سال جاری تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش یافته است. طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 قرار شد دستگاه‌های اجرایی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20% لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دولت در بخشنامه خود اعلام کرده افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها 20% تعیین می‌شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون کارگری و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از پایین بودن افزایش 20% دستمزدها در سال آینده، تاکید کرده است که دستمزد کنونی و آن 20% که گفته می شود قرار است افزوده شود، به هیچ وجه کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد. اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد در سال 98 یک شنبه هفته آینده برگزار می شود. با این حال، نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته احتمال دارد تعیین دستمزد کارگران به سال آینده موکول شود.